سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز چند خبر مهم اقتصادی. در 10 ولایت زون شمال بیش از 6000 خانم در بخش تولید و پروسس سبزیجات فعالیت دارند. مسئول پروژه ملی باغداری و مالداری زون شمال میگوید در سال جاری برای 650 خانواده سبزیجات تولید کرده اند. وزارت انکشاف دهات از چند ماه بدین سو برنامه میثاق شهروندی را در برخی از مناطق کشور آغاز کرده است. مسئولان در این وزارت میگویند با تطبیق این برنامه سهولت‌های بیشتر برای شهروندان کشور ایجاد خواهد شد. در همین حال برخی از باشندگان میگویند کیفیت در پروژه‌ها در اولویت قرار دارد. و اینجا برای بحث بیشتر فریدون آژان سخنگوی وزارت انکشاف دهات با ما هستند. آقای آژان سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید. تشکر، سلام به شما بیننده عزیز تلویزیون آریانا نیوز. خوشحال هستم که در این برنامه حضور دارم. آقای آژند، تطبیق پروژه میثاق شهروندی دقیقاً چقدر اون سهولت‌ها را برای شهروندان کشور ایجاد می‌کنه؟ تشکر. در عرصه تطبیق پروژه ما هنوز در آغاز راه هستیم. اما طوری که می‌دانید رئیس جمهور در میزان سال 1395 دستور آغاز برنامه جدید را که جایگزین برنامه همبستگی ملی بود عنوان کرد و خب تفاوت‌های داره، یک مقدار گستره کاری میثاق شهروندی نسبت به همبستگی ملی بیشتر است. ما در طول سال 1396 روی دیزاین ساخت و ساز شورای انکشافی کار کردیم، یعنی در 124 ولسوالی افغانستان در 34 ولایت ما شورای انکشافی را در سطح مناطق ساختیم و از آغاز سال 1397 پروژه های برنامه ملی میثاق شهروندی شروع به افتتاح شدن کرد و ما توانستیم در ظرف اینمی حدود 3 ماه از مجموع 2000 پروژه را که برای سال 1397 در نظر گرفتیم که باید کاملا تطبیق شه بیش از 1200 پروژه را افتتاح کنیم، یعنی رسما فعالیت های از اینا شروع شده، تطبیق شدن از اینا. و ما در حال حاضر تلاش ماهی هست که در ظرف تا وسط سال ما سال پیش رو ما بیش از 1600 پروژه را افتتاح کنیم و روند تطبیق از یاد شروع شود. خیلی خوب، پروژه میثاق شهروندی دقیقاً چقدر نیازمندی های مردم پاسخگو خواهد بود؟ چون گفتین در شروع هستین ولی نتیجه گیری شما چی؟ دقیقاً ببینین تمام پروژه ها بر اساس اولویت هایی که مردم تعیین میکنن تطبیق میشود. وظیفه وزارت یاوه انکشاف دهات نظارت و ایجاد سهولت ها برای تطبیق پروژه هستند. ما شورای انکشافی را ساختیم از مردم مناطق که در او بدوباش دارند. مردم منطقه خودشان اولویت بندی میکنند که برای منطقه ما چی پروژه نیاز است که در قدم اول قرار بگیره. ما بر اساس همو وقت پروژه را، البته این کار از قبل شده، یعنی پروژه از طریق شورای انکشافی مشخص شد، داده شد به انجینرها به برنامه میثاق شهروندی. برنامه ملی میثاق شهروندی او را بررسی کرد، دیزاین کرد، سروی کرد، تمام مصارف شد در نظر گرفت، پول انتقال داده شد به شورای انکشافی و روند تطبیق برنامه شروع شد. بر اساس همین آن چیزی که تا به امروز افتتاح میشه یا شروع به تطبیق شدن میکنه اونمون نیازهای اساسی مردم است. یعنی ما نیاز مردم را در نظر میگیریم. به این خاطر خواست مردم چه هست؟ بر اساس منطقه، بر اساس منطقه و جغرافیا خواستا تغییر میکنه. در یک منطقه مثلا آب اولویت اساسی مردم است، در منطقه دیگه مثلا کنترل مهار آب اولویت است، در یک جای معارف جز اولویت ها قرار میگیره. بر اساس همین چیزها شما میدانید که در 10 سال گذشته برنامه همبستگی ملی بودم، برنامه همبستگی ملی یک بخشی از نیازها را تا حد مرفوع ساخته. امروز بخش دیگی از نیازها را مردم مطرح میکنن، مثلا سرک، نیاز به سرک سازی دارن، سرک های دهات یک بخش زیادش هنوز باقی مانده که باید ساخته شود و در کنارش مثلا همین کنترل آب مسئله بسیار مهم است و در این رابطه بندهای آبگردان. از سوی دیگر برق یک نیاز اساسی است. شما میدانید یک بخش از افغانستان هنوز برق نداره. ما در برنامه ملی میثاق شهروندی برنامه برق رسانی را از طریق روش های مختلف، هم از طریق سیستم های سولاری و هم از طریق بندهای کوچک یا توربینای کوچک که میتونه برای یک منطقه خرد امو زمینه برقدار شدن میسر کنه، ایره در نظر داریم. با توجه به تمام این چیزها من فکر میکنم که
خود مردم اولویت‌هایشان را مشخص کردن و روی نمو اولویت‌ها کار میکنند. چقدر دقیقاً در تطبیق همچو پروژه ها توازن در نظر گرفته میشه؟ شعار اساسی وزارت یاب انکشاف دهات انکشاف متوازن است. ما تلاش ما اینمی هست که مناطق افغانستان که در گذشته بنابر هر دلیل عقب ماندند، ناامنی جلویشان را گرفته یا مسائل دیگی وجود داشته یا اصلا توجه نشده، واره ما در اولویت قرار بدیم. ما تلاش ما این خواهد بود که در برنامه ملی میثاق شهروندی انکشاف متوازن از سرلوحه کار خود قرار بدیم و با این دیدگاه بتوانیم کل دهات افغانستان در یک سطح از رفاه قرار بدیم. خیلی خوب آقای جان، در این اواخر گفته شده که چالش های امنیتی پروژه میثاق شهروندی را تهدید میکنه. دقیقاً این چالش ها چقدر میتونه که به تطبیق این پروژه اثر بگذاره؟ تشکر. ناامنی همیشه وجود داشته در افغانستان. ما 40 سال گذشته در ناامنی بزرگ شدیم، زندگی کردیم و این ناامنی توانسته شیرازه زندگی را یک مقدار ضربه بزنه. در بحث تطبیق پروژه برنامه ملی میثاق شهروندی این ناامنی مسلما تاثیرگذار است، ولی خوشبختانه در او حد نیست که ما نگرانش باشیم، به دلیل اینکه اکثریت پروژه تمام پروژه‌ای که در از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی تطبیق میشه توسط شورای انکشافی است و شورای انکشافی ساخته شده از مردم محل هستند. اونا خودشان نظارت میکنن، امنیت پروژه را در نظر میگیرن یا در دست میگیرن و او را اجرا میکنن. بنابراین ناامنی ها اگر تاثیر حاشیه‌ای داشته باشه تاثیر متنی مستقیم نداره. ما همین لحظه در نامترین مناطق مثلا در کندوز ما پروژه ما در افتتاح شده و در حال اجرا است. بیشتر کدام مناطق ناامن است که شما اونجا نمیتونین که خوبتر کار بکنید؟ برای ما هیچ نقطه از دیدگاه انکشافی ناامن نیست، به دلیل از اینکه ما کار به دست مردم دادیم و مردم کار انجام میدن، ولی تأثیری که میگذاره روی نظارت است که وزارت یاب انکشاف دهات برای تطبیق پروژه داره، یعنی نظارت کیفی. ما باید از طریق انجینرهای برنامه ملی میثاق شهروندی از پروژه نظارت کنیم، از کیفیت تطبیق پروژه، ولی ناامنی ها یک مقدار نمی نظارت تضیف میکنه به دلیل از اینکه مسیرها ناامن است، رسیدن تا جایی که پروژه اونجا تطبیق میشه یک مقدار مشکل است. در غیر از او دیگه هیچ مشکل ناامنی نتونسته بر پروژه وارد کنه به دلیل از اینکه پروژه پول انتقال داده شده به خود شورای انکشافی، پروژه هم در محل قرار داره و تطبیق کننده هم در محل قرار داره، هیچ چیزی از بیرون، حتی نیازهایی که برای پروژه است، یعنی فکر کنن سنگ، چوب، سمنت و هر آن چیزی که هست در منطقه وجود دارد. بنابراین یکی از دلایلی که میتونه پروژه رو ضربه بزنه تامین نیازهاست که از بیرون صورت بگیره. آقای جان، همکاری مردم مثل گذشته هست یا تفاوت کرده؟ چگونه؟ نه تنها که مثل گذشته است که بهتر هم شده. ما هر روزه در وزارت یاب انکشاف دهات میزبان طیف گسترده از گروه های هستیم که از گوشه و کنار کشور میآیند برای دیدار با مسئولین وزارت، چی جناب وزیر صاحب باشه، چی معین ها و حتی مسئولین برنامه میثاق شهروندی. هم دیروز ما میزبان گروهی از مردم از ولسوالی چایاب ولایت تخار بودیم که آمده بودن سر برنامه خود صحبت میکردن. علاقه مردم برای تطبیق پروژه باعث میشه که تا این منزل بزنن، از راه بسیار دور بیاین، مشورت کنن، راهکارا رو بگیرن و بعد طرحشون ارائه بدن و ما با استفاده از این طرح دوباره نگرش های داشته باشیم در رابطه به تطبیق بهتر پروژه ها. بنابراین از دید ما استقبال مردم نسبت به حتی نسبت به برنامه همبستگی ملی هم بیشتر است و به همین خاطر ما به صورت بسیار زیاد توانستیم تمام شورای انکشافی را در سراسر کشور در 124 ولسوالی که در فاز اول در نظر گرفته شده ما شورای انکشافی را بسازیم و مردم با حضور در شورای انکشافی با انتخابات و تعیین رئیس و منشی و معاون سریعا آماده تطبیق پروژه شدند. آیا جان، پروژه میثاق شهروندی با چه تغییرات با برنامه همبستگی ملی تطبیق میشه و چقدر میتونه که از این پروژه بیشتر مردم نفع ببرن؟ در ساختار خود تقریبا پروژه برنامه همبستگی ملی و برنامه ملی میثاق شهروندی یکی هست. تنها در گستره فعالیتی خود یک مقدار برنامه میثاق شهروندی بزرگتر است، به خاطر از اینکه ما این بار در این برنامه
شهرها را هم در نظر گرفتیم. به طور مثال ما از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی 6000 مکتب در سراسر افغانستان در دو سال آینده میسازیم که طبق دستور جناب رئیس جمهور است. بخش از این مکتب در شهرها ساخته میشه. ولی چون فعالیت وزارت یاب انکشاف دیاد مختص دهات است، برنامه شهرها را یا از طریق شاروالی ها صورت میگیره یا از طریق برنامه از طریق وزارت شهرسازی. و به می خاطر خود برنامه میثاق شهروندی یک برنامه بین الوزارتی هست که در او وزارت های معارف، صحت عامه، وزارت زراعت و ارگان های محل حضور دارن. این همین گستره بیشتر میثاق شهروندی را نشان میده. خیلی خوب آقای جان، آیا برنامه های امسال شما دارین که مثلا در ولایت هایی که کمتر کم انکشاف یافته هستن اونجا پروژه بیشتر تطبیق بشه؟ مثلا منم بحث شعار انکشاف متوازن اینه میره میگه که شما در جایی که عقب مانده تر است نسبت به گذشته در اونجا سهولت های بیشتری را باید ایجاد کنین تا همون توازن نسبت به دیگه مناطق. یعنی آقای جان در گذشته در بسیاری از ولایت ها کمتر پروژه ها تطبیق میشد، گفته میشد به علت ناامنی و این حرفا. دقیقاً امسال چیگونه است؟ ببینین تنها برنامه میثاق شهروندی در وزارت یاب انکشاف دیاد تنها برنامه نیست. ما 4-5 برنامه دیگه هم داریم، مثل برنامه راهسازی، برنامه آبرسانی، برنامه انکشاف صنایع دستی که یکی از بهترین برنامه های ماست که اما تمرکز اساسیش روی فعالیت صنایع در دهات و او هم در 60% زنا را پوشش میده. این برنامه هم مثل میثاق شهروندی پروژه دارن و پروژهشان در حال اجراست. همین دیروز ما 22 پروژه را از طریق برنامه ملی انسجام صحوی خود به امضا رساندیم که در گوشه و کنار و هم از طریق شورای انکشافی تطبیق میشه. اینها همه دست به دست هم میدهند تا مناطقی را که کمتر رشد کرده و بنابر هر دلیل در گذشته نتوانسته خود امپای دیگه مناطق، مناطقی کمتر بوده، زمینی برای تطبیق پروژه بیشتر میسر بوده، خود برسانند. برای ما دیگه ناامنی، دیگه مشکلات مثل که در گذشته وجود داشته یا فشار متنفذین محلی یا نیروهای مسلح غیر مسئول که در مناطق وجود داشته، هیچ کدام برای ما صدرای توسعه و انکشاف متوازن شده نمیتونند. در گذشته در کدام بخش ها، در ولسوالی ها، قریجات، قصبات بیشتر کار شده؟ در کدام بخش ها؟ و دقیقاً شما امسال تصمیم دارین که بیشتر روی کدام بخش ها بیشتر تمرکز داشته باشه؟ آن چیزی که از کارکرد وزارت یاب انکشاف دهات مشخص میشه، ما در گذشته روی ساخت و ساز سرکا زیاد تمرکز داشتیم. به دلیل از اینکه همون 30 سال جنگ که در افغانستان وجود داشت، چند حالا هم کما بیش جنگ است، بیشتر سرک ها را از بین برده بود و نیاز وصل کردن قریه به سرک اساسی و از طریق سرک اساسی به مرکز یکی از مهمترین اولویت ها بود. امسال ما تمرکز ما روی سرک زیاد است. ما به تازگی عضو یک سازمان به نام ریکپ شدیم، سازمانی که وظیفهش سروه و بازسازی جاده های روستایی است. ما 18 عضو این سازمان هستیم. از طریق از تمام سرک های دیاتی ما که نیمه ویران باشه یا کاملا خراب باشه یا حتی سرک وجود نداشته باشه سروه میشه و در زمینه بازسازی از او حمایت های صورت میگیره از طریق سازمان. تمرکز ما بیشتر ما دیگر روی معارف است. اما رقم که شما میدانید ما در 2 سال آینده 6000 مکتب میسازیم. این خودش یک طرف بسیار بزرگ است و نیاز به یک هماهنگی بیشتر میطلبه. و همچنان در عرصه آبرسانی متاسفانه امسال ما با خوشحالی روبرو شدیم در بخشای از افغانستان. وزارت یاب انکشاف دهات به سرعت روی طرحهای آبرسانی فعالیت خود شروع کرد. برنامه ملی آبرسانی، آبیاری و حفظ السه محیطی ما طرحهای بسیار زیادی داره. ما همین لحظه چیز حدود 550 بیشتر از 545 پروژه آبرسانی را در سراسر کشور خصوصا در حدود 17 ولایتی که تحت تاثیر خوشسالی قرار گرفتن روی دست داریم که پروژه ها شامل افرش های عمیق، ساختن چاهای جدید، ایجاد اعمار چاهای جدید برای آبرسانی و مهمتر از همه بازسازی کاریز های ویران شده افغانستان است که یک طرح بسیار مهم است. خیلی خوب، شما قبلا از پروژه های دیگر یاد کردین. دقیقا این پروژه ها را شما در تمام ولایت ها تطبیق میکنین؟ در 34 ولایت است یا در ولایت هایی که
یعنی کمتر انکشاف یافت، یعنی میشه که نام بگیریم؟ دیدگاه ما در مورد انکشاف در سراسر افغانستان است، ولی طرحهای خاص ما برای مناطق است که در اونجا کمتر توسعه یافته. به طور مثال از یک پروژه بسیار بزرگ برتان نام میبرم، ما قرار است 55 ولسوالی سرحدی افغانستان صاحب برق بسازیم، به دلیل از اینکه در این مناطق توسعه آنقدر صورت نگرفته. نخستین قدم ما برای توسعه برقدار شدن این مناطق است. بودجه از این چیز حدود 178 میلیون دلار میباشد و ما برای هر خانواده نسبت به ظرفیت خانواده و نیازش برشان از طریق سیستم سولاری برق میسر میسازیم. این طرحهای ما برای مناطق کمتر توسعه یافته است، ولی در مناطقی که توسعه هم یافته، یعنی از دیدگاه انکشافی حرکت بهتر داشته، به این معنا نیست که ما رو فراموش کنیم. ما در هر گوشه افغانستان بر اساس همو لایحه‌ای که داریم، بر اساس بودجه‌ای که داریم، بر اساس پروژه‌ای که از طریق وزارت مالیه و از طریق پارلمان افغانستان تصویب شده ما کار میکنیم. و برنامه میثاق شهروندی خب باز اگر خط جداگانه است، ما در برنامه میثاق شهروندی در سه فاز در 10 سال کاملا کل افغانستان رو پوشش میده. در حال حاضر ما حدود 124 ولسوالی را در 34 ولایت در نظر گرفتیم، یعنی در هر ولایت مسلما برنامه میثاق شهروندی هست، ولی از هر ولایت یک تعدادی از ولسوالی ها را، خصوصا ولسوالی هایی که کمتر توسعه یافته بودن، وار در نظر گرفتیم. در فاز بعدی باز چند ولسوالی دیگه و در فاز سوم تمام ولسوالی هایی بشار. که چالش هایی که امسال صدرای تطبیق این پروژه ها از چه هست؟ آیا چالش هایی وجود دارد جز نامنی؟ من زیاد در مورد چالش ها زیاد مطمئن نیستم که چیزی وجود داشته باشه که صدرای ما شده باشه. در مورد پروژه هایی که از طریق بودجه اختیاری یا بودجه که خود وزارت مالیه بر افغانستان در نظر گرفته، هیچ مشکلی وجود نداره. ما بودجه داریم، پروژه در حال تطبیق است. تنها دغدغه‌ای که وجود داره نسبت به بودجه غیر اختیاری یا کمک‌های نهادهای بین‌المللی و کشورهای خارجی است که اونا هم تاییدیه بودجه را گرفتیم، ولی روند رسیدن اما منابع مالی تا زمان و تا خود پروژه یک مقدار طول میکشه. به این خاطر گاگودار ما در بخش در بعضی از پروژه ها با تاخیر شاید روبرو شیم، و به دلیل از این که سیستم انتقال منابع مالی یا بودجه که نیاز است از نهاد بین المللی کمک کننده یا کشور کمک کننده یا بانکایی که ما بیشتر با اونا رابطه داریم، مثل بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، در سازمان یونیسف که بخش زیادی از برنامه آبرسانی ما را تمویل میکنن، تا پول از این سازمان ها به پروژه برسه یک مقدار زمان میگیره. در غیر از ما خوشبختانه چالش دیگه نداره. خب برای تطبیق این پروژه ها همانگی شما با نهادهای مسئول که هستند دقیقاً چگونه هست؟ ما تیمای مشترک دارن که به طور مداوم و مستمر با هم دیگر دیدار دارن، میتینگ دارن. هفته یکی دو بار حتما میتینگ های هماهنگی بین ما صورت میگیره، خصوصا در این زمانی که به دلیل خشکسالی ما نیاز به منابع بیشتر داشتیم. رابطه ما با بانک جهانی و با یونیسف بیشتر از همیشه بوده و خوشبختانه هم بانک جهانی و هم یونیسف اما تعهدات لازمه را برای حمایت از پروژه‌هایی که ما به شکل استراری در نظر گرفتیم برای برنامه آبرسانی خود، یا مثلا 6000 مکتب بانک جهانی که بودجهش چیزی حدود 200 میلیون دلار است، متقبل شد که بودجه را بده، تایید کرد و فقط ما منتظر ای هستیم که منبع مالی به شکل فیزیکی انتقال داده شود به وزارت مالیه و از اون طریق به وزارت یاب انکشاف داد تا ما پروژه 6000 مکتب به خیر شروع کنیم. خیلی خوب. آقای جان در پانه برنامه هستیم و باز هم نتیجه گیری شما چگونه است که برنامه میثاق شهروندی چه نتیجه به دنبال خواهد داشت؟ تشکر. ما هم وزارت یاب انکشاف داد هم ما نسبت به برنامه ملی میثاق شهروندی زیاد خوشبین هستیم. توقع ما از مردمی است، از کسایی که در شورای انکشافی حضور دارن، از مردمی که بیرون از شورای انکشافی هستند ولی پروژه ها بر زندگیشان تاثیر مستقیم داره، یه از که نظارت کیفی را در نظر داشته باشن. ما از هر فرد هم همیشه خواستیم، از هر فرد افغانستان که پروژه در منطقهشان تطبیق میشه، این درخواست دارم که نظارت کافی داشته باشن. هر مشکلی را که میبینن با نادهای دومی ما در ولایات یا با مستقیم با وزارت یا انکشاف داد در نظر در شریک بسازن. به خاطر از اینکه
اونا بهتر از هر کس دیگه میدانند کیفیت پروژه رو به خاطر که در منطقه شان است. به هر صورت ما نسبت به با تمام چالش هایی که در افغانستان وجود داره، چی ناامنی است چی دلایل دیگه وجود داره، نسبت به تطبیق پروژه های انکشافی چون ملکیت مردم است، چون از آن مردم است و خود مردم مورد تطبیق میکنن خوشبین هستم. خیلی سپاس فریدون آشند، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، از یک شما در زیربنا تشریف آوردین. و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ شماره ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 71 افغانی و 71 پول، یک یورو 83 افغانی و 80 پول، یک پاوند انگلیسی 95 افغانی و 47 پول، یک درهم امارات 19 افغانی و 37 پول، 1000 تومان ایرانی 11 افغانی و 9 پول، 1000 کلدار پاکستانی 605 افغانی و 2 پول و 1000 کلدار هندی 1057 افغانی و 7 پول. و این هم قیمت طلا. یک گرم طلای کویتی 2480 افغانی، یک گرم طلای سنگاپوری 2350 افغانی، یک گرم طلای بحرینی 2500 افغانی، یک گرم طلای عربی 2400 افغانی، یک گرم طلای ایرانی 1950 افغانی و یک گرم طلای روسی 1980. و این هم قیمت مواد اولیه. خب بینید های عزیز، فکر کنم مشکل تکنیکی وجود دارد. سپاس از اینکه تا این دم با ما بودین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.